جهان از یکی از بدترین بحران های انسانی از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون رنج میبرد برد در گیری های مسلحانه بلایای طبیعی گسترده و موج پناهندگان به همین دلیل سازمان ملل متحد اولین نشست جهانی بشر دوستانه را در تاریخ 23 ماه مه برگزار می کند مشکلات زیادی وجود دارد و برای بحث درباره آنها کمیسر اتحادیه اروپا برای کمک های بشر دوستانه و مدیریت بحران مهمان ماست آقای کریستوس استیلیانیدس خوش آمدید سپاس گذارم. در نشست جهانی بشر دوستانه قرار است درباره چه چالش هایی صحبت شود؟ این نشست مهمی است زیرا تمام افراد و نهادهایی که در این مخاطرات درگیرند حضور دارند. دولت ها سازبان بشر دوستانه و تمام گروه هایی که در خط مقدم این درگیری ها فعالیت می کنند. روند برگزاری این نشست نیز بسیار مهم بود و کار آماده سازی به خوبی انجام شده. ما انتظار داریم در این نشست به یک نتیجه با یک پیام قوی برسیم تا جامعه بشری بتواند این پیام را دریافت کند و برای رسیدگی به چالش های بزرگ که متاسفانه بدترین چالش ها از زمان جنگ جهانی دوم است برخیزد. بااضف می پول خواهید بگویید که این یک نشست نمادین است زیرا اگر چه برگزاری چنین نشستی خبر خوبی است اما اخیرا سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که نمی در این نشست شرکت کند آنها این نشست را صرفا یک تجمع بزرگ از نیات خوب توصیف کردند که امیدی به آن نیست بله می توان انتظارات زیادی از این نشست داشت به نمایندگی از طرف کمیسیون اروپا و به عنوان کمیسر به شما میگویم که شخصا خواهان یک اعلامیه سیاسی محکم هستم نه. یک بیانیه سیاسی برد. که الزام آور باشد با این وجود فکر میکنم همچنان این امید برای ما وجود دارد تا بتوانیم در موضوعات مهم به یک تعهد سیاسی دست یابیم تعهدی که موضوعات مهمی را در بر میگیرد مثلا من قبلا معتقدم که ما می‌توانیم تعهداتی در زمینه قوانین بشردوستانه بین المللی داشته باشیم به ویژه مقررات مربوط به حفاظت از فعالان حقوق بشر در مناطق درگیری و این چیزی است که به پزشکان بدون مرز نیز مرتبط هست میدانیم که آنها به طرز وحشتناکی هدف قرار گرفتند بیمارستان ها آسایشگاه ها پزشکان و کارکنان مورد حمله قرار گرفتند دومین موضوع مهم در این نشست بودجه کمک های انسان دوستان است <applause> به موضوع اروپا و بحران پناهندگان بپردازیم آیا از نظر شما برنامه انسان دوستانه این است که میلیاردها یورو به کشورهایی مثل ترکیه لبنان و اردن که میزبان میلیون ها پناهنده هستند بدهیم و آنچه شما انجام میدهید پول دادن به ترکیه از تا مهاجران را از اروپا دور نگه دارد کمک های مالی و همکاری با ترکیه بسیار مهم است. ترکیه بزرگترین بازیگر در مدیریت بحران پناهندگان <بسیاراض> باقی مانده است اما تنها موضوع تبادل مهاجر مطرح نیست. سوال این است که چگونه باید به کشوری که با سیل مهاجران روبروست کمک کرد تا بتواند این بحران را مدیریت کند. لبنان و اردن هم همین وضعیت را دارند. من بارها از لبنان و اردن بازدید کردم و فکر می کنم که ما هم به عنوان اروپا و هم به عنوان جامعه بین المللی مدیونیم و این چیزی است که من همواره بران پافشاری کردم زیرا این یک بحران منطقه‌ای نیست حتی بحران اروپایی هم نیست بلکه بحرانی جهانی است و به همین دلیل باید با آن پاسخی جهانی داد به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که گشت کشور ترکیه به پناهجویان در مرز این کشور با سوریه شلیک می کنند حتی به زنان و کودکان که پدیا که است. one of the bopsy همه این اتهام ها در نظر گرفته می شود با ما با هر کدام از کشورهایی که زیر انتقادند گفتگو می کنیم اما تا آنجا که به ما مربوط می شود می خواهم این را روشن بگویم که کمک های انسان دوستانه به دولت داده نمی شود بلکه به سازمان های بشر دوستانه اعطا می و منظور من از این سازمان ها نیز آژانس های مرتبط با سازمان ملل متحد سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی بزرگ است که باید معیارهای ویژه‌ای را برای دریافت پول داشته داشته در درباره بحران یمن صحبت کنیم بحرانی که به اندازه سوریه برای مردم شناخته شده نیست فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای کمک های انسان دوستانه گفته است که 14 میلیون نفر در این کشور از دسترسی به غذای کافی محرومند و در میان آنها نیز 7 میلیون نفر با خطرات جدید و مشکلات امنیتی دست به گریبانند آیا به آنجا رفته اید؟ <تس worshipbird> کاملا حق با شماست بحران یمن یکی از شدیدترین بحران های جهان است و متاسفانه زیاد مورد توجه رسانه های بین نیست ما در آنجا با مشکلات زیادی روبرو شدیم و مجبور شدیم با دو طرف متخاصم صحبت کنیم. ما کمک‌های بشردوستانه به آنجا فرستادیم اما متأسفانه هیچ سازمان بشردوستانه‌ای در آنجا حضور ندارد تا این کمک‌ها را دریافت کند. از آنجا که وضعیت بسیار اسفبار است برای هیچ سازمانی ممکن نیست که در آنجا کار کند. ما این حال گفته می‌شود به تازگی نشانه‌هایی برای آتش‌بس دیده می‌شود و امیدواریم چنین آتش‌بسی دوام بیاورد و امکان دسترسی افزایش شود امیدوارم آتش بس دائمی دیده شود تا بتوانیم به بحران های انسانی در آنجا رسیدگی کنیم با این وجود من از رسانه های بین المللی می خواهم که بحران یمن را فراموش نکنند من در این زمینه تجربه دارم یمنی نامین یینی یا میا <applause> پرسش پایانی شما در مناطق بحرانی زیادی بودید آیا تجربه‌ای بوده که شما را از لحاظ عاطفی تحت تاثیر قرار دهد و یا شما را مجبور کند که کار بیشتری برای یک منطقه خاص یا در زمینه خاص انجام دهید قطعا چیزی بوده که باعث شد خیلیها به من بگویند که نسبت به آموزش و همچنین وضعیت استراری وسواس پیدا کردم در واقع در اردوگاه پناهجویان زعتری در اردن بود جایی که یک خانواده سوری را در شرایط بسیار بدی دیدم مادری با شش کودک که از یک تا سیزده سال سن داشتن و در وضعیت بسیار بدی به سر می بردند قبل از ترک این اردوگاه مادر با یک مترجم نزد من آمد به من گفت بابت همه چیز سپاس گذارم میدانید اکنون به لطف شما ما جایی برای زندگی و غذایی برای خوردن داریم اما من میخواهم کودکانم کرامت داشته باشند تا بتوانند خود را برای آینده ای آماده کنند و برای این کار باید آموزش ببینند او کاملا حق داشت این باور کردنی نیست که در دنیای کنونی آموزش و پرورش به عنوان یک کمک اولیه انسانی در نظر گرفته نشود. آموزش یک عامل دفاعی علیه موج افرادگرایی است. افرادگرایی که می خواهیم همه کودکان را در سراسر سر جهان از آن دور نگه داریم و حیف است که این جمعیت بسیار بزرگ از کودکان نمی توانند به مدرسه بروند. به همین دلیل است که اصرار دارم در مجموعه کمک های بشر دوستانه آموزش نیز اضافه و بر آن تاکید شود. فکر στο σύνολο ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην بهترین پیام برای پایان گفتگوست. از شما سپاسگزارم. يا